برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که هنوز هم مداخلات در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در استان‌ها و مناطق مختلف افغانستان از علت‌های اصلی محدودیت در دسترسی به این کمک‌هاست. یونیسف در گزارش خود به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته است در ماه مارس گذشته 144 مورد رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند کمک رسانی نهادهای کمک رسان به نیازمندان ثبت شده است. این در حالی است که اوچا پیش از این گروه طالبان را عامل اصلی مداخله و ایجاد محدودیت در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده بود. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی روز یکشنبه در منطقه در اسماعیل خان استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان دو تروریست کشته شدند. در این عملیات اسلحه، مهمات و مواد منفجره از افراد کشته شده که همچنان فعالانه در فعالیت‌های تروریستی متعدد علیه نیروهای امنیتی و همچنین غیر نظامیان شرکت داشتند به دست آمد. یک مقام پلیس پاکستان هم اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه یک قاضی دادگاه را در همین منطقه ربودند. سروزیر این ایالت به نهادهای امنیتی دستور داد تا برای یافتن این قاضی اقدام فوری به عمل آورند. صلاح الدین بویا رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر گفت از ابتدای سال تا کنون 270 مورد بیمار مبتلا به مالاریا در ایران شهر شناسایی شده که 113 مورد آن مربوط به راسک بوده است. وی با تأکید بر اینکه مبارزه با بیماری مالاریا به تعامل نیاز داشته و به 16 ارگان از جمله محیط زیست مرتبط است افزود در گذشته مالاریا کشته می‌داد که خوشبختانه در 5 سال اخیر بیماری مالاریا هیچ کشته‌ای نداشته است. صلاح الدین بویا با اشاره به اینکه بهترین راه مبارزه با پشه مالاریا آموزش مردم است گفت پشه آیدس نیز در منطقه چابهار مشاهده شده ولی بیماری مربوط به آن تا کنون دیده نشده است. در سال 1400 تعداد 712 فوتی در اثر حوادث ناشی از کار در ایران رخ داده که این رقم در سال 1402 به 680 نفر رسیده است. کارشناسان معتقدند که حوادث در حوزه ساختمان بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد. آنطور که آمارها می‌گوید، بیش از 50% حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و در وقوع بیش از 80% حوادث کار عامل انسانی نقش مؤثری دارد. گفتنی است که حوادث شغلی با آن دسته از حوادثی گفته می شود که فرد حین انجام کار یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت خود دچار جراحت، بیماری، صدمه یا فوت می شود.